هر از چندگاهی خبری در رسانه های محلی بحرین یا رسانه های بین المللی منتشر می شود که از شرایط غیر انسانی بودن زندان های بحرین حکایت دارد. در همین راستا یک نهاد حقوق بشری با تاکید بر وضعیت ناگوار بازداشت بازداشت شدگان در زندان جوی بحرین خواستار آزادی این افراد و توقف شکنجه ها در این زندان شدن. همکارم هیدر مجید گزارش میده مرکز حقوق بشر بحرین اعلام کرد که مسئولان اداره زندان جو در بحرین برخی از زندانیان آزادی بیان از جمله عبدالهادی خاجر را تحت شکنجه و آزار اذیت از قرار می دهند. مرکز حقوق بشر بحرین در ادامه اعلام کرد که زندانیان آزادی بیان و سیاسی در زندان جو تحت محاکمه های ناعادلانه قرار می گیرند و تنها اتهام آنها دفاع از حقوق خود و انتقاد از سیاست های حکومت آل خلیفه بوده است. بر اساس گزارش این مرکز حقوق بشری، مسئولان زندان جوب اخیرا تعدادی از جلادانی که در گذشته زندانیان آزادی بیان را شکنجه می کردند. برای انجام وظایفی در سلول های زندان احضار کردند و این موضوع منجر به اعتراض و ناراحتی زندانیان از جمله عبدالهادی خاجه شده است. بر اساس این گزارش 17 سپتامبر 2002 ارتباط عبدالهادی خاجه با خانواده اش قطع و از مراقبت های پزشکی نیز محروم شده است یکی از خواسته های وی این است که عاملان شکنجه در بین کارکنان زندان جو اجازه ملاقات با زندانیان را نداشته باشند و زندانیان برای محاکمه به دادگاه ها سپرده شوند خاجه همچنین در یک تماس تلفنی اعلام کرد شکنجه در زندان جو متوقف نمی شود و بعد رفتاری مقام های بحرینی با زندانیان تشکیل شده و شرایط زندان همچنان مانند گذشته ناگوار و وخیم است. خاجه که یکی از بنیانگذاران مرکز حقوق بشر بحرین بود، نهم آوریل 2011 به شکلی خشونت توسط نیروهای امنیتی بحرین بازداشت شد. وی تحت شکنجه های جسمانی، روحی و جنسی در محل بازداشتگاه خود قرار گرفته و حکم صادر شده در حق وی در تاریخ 8 ژوئن 2011 خارج از چارچوب قوانین کیفری بحرین و نیز معیارهای بین المللی برای محاکمه عادلانه است در مقابل منامه خاجه و 20 تن از مدافعان حقوق بشر را به توطعه علیه نظام حاکم متهم و هفتن از آنها را به صورت غیابی محاکمه کرد. دانمارک اوایل سال 2021 از بحرین خواست که خاجه را که دارای تابعیت دانمارکی است به علت وخامت وضعیت سلامتیش به دانمارک تحویل دهد اما یک روز پس از این درخواست شورای عالی قضای بحرین اعلام کرد که وضعیت سلامت خاجه مناسب است و نیازی به این کار نیست. از سوی دیگر مرکز حقوق بشر بحرین خواستار راه کمپینی در 20 سپتامبر 2022 برای آزادی این فعال سیاسی بحرینی و دیگر زندانیان آزادی بیان شد. این مرکز تاکید کرد که طی یک دهه گذشته گزارش های زیادی درباره وضعیت اصفناک و ناگوار زندان های آل خلیفه منتشر شده است. هی در مجید اخبار شیعه